وخامت حال شهرام عبدلی، بازیگر مشهور سینما و تلویزیون، همه رو نگران و شوکه کرد. دوستان عزیز، به کانال خودتون خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریشو فشار بدید و لایک و کامنتو فراموش نکنید. نفسگیرترین لحظات زندگی شهرام عبدلی، این بازیگر جوان سینما و تلویزیون کشورمون، به جز خانواده و نزدیکان ایشون، بسیاری از هموطنانمون رو نسبت به حال ایشون نگران و دلواپس کرده. آقای شهرام عبدلی همچنان در کمای عمیق به سر میبره. وضعیت جسمانی شهرام عبدلی، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمون، هنوز تغییری نکرده و او همچنان در کمای عمیق به سر میبره. بر طبق خبرهای جدیدی که به دست آمده، هم اکنون دستگاه تنفس مصنوعی ونتیلاتور به شهرام عبدلی وصله و او قادر به تنفس طبیعی نیست و پزشکان منتظر هستند تا خونریزی مغزی او متوقف شود. علارغم در کنترل بودن وضعیت قلب و عروق، شهرام عبدلی در حال حاضر به دلیل درگیری ارگان‌های حیاتی مغزی شرایط غیر قابل پیش بینی داره. او در حال حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه یا همون ICU جراحی اعصاب بیمارستان قائم مشهد در حال حاضر بستری است. نیازمند دعای مردم هستیم برای ایشون و امیدواریم که ایشون بتونن به حیات برگردن و به آغوش خانواده و دو فرزندشون برگردند. اما میپردازیم به جزئیات ماجرا و همچنین دلیل اینکه ایشون به کما رفتند. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. متاسفانه روز گذشته آقای شهرام عبدلی، بازیگر بسیار جوان سینما و تلویزیون کشورمون، به دلیل خبر بدی که بهش اعلام شد به یک بار دچار حملات مغزی و در نهایت خونریزی مغزی شد و الان متاسفانه خبر رسیده که بعد از عمل جراحی سختی که روی ایشون انجام شده حالشون وخیمه. بسیاری از دوستان و همکاران ایشون برای این بازیگر مشهور سینما و تلویزیون آرزوی سلامتی کردند و از ملت ایران درخواست کردند که به هر دینی که معتقد هستند برای آقای شهرام عبدلی که صاحب دو فرزند هستش دعا کنند که ایشون بار دیگه بتونه به زندگیش برگرده. شهرام عبدلی یکی از بی‌حاشیه ترین بازیگران جوان سینما و تلویزیون کشورمونه که متاسفانه در حال حاضر جانش در خطره. هنوز مشخص نیست که این چه خبری بوده که با آقای عبدلی رسیده که متاسفانه دچار حملات مغزی شده ایشون. در نهایت ایشون رو به بیمارستان منتقل کردن که در ابتدا آقای شهرام عبدلی تصور می‌کنند که دچار حملات قلبی شده و سریعاً به بیمارستان قلب در مشهد مراجعه می‌کنند و طبق تشخیص پزشکان بیمارستان قلب، ایشون دچار حملات مغزی شدند و سرانجام به بیمارستان دیگری منتقل می‌شوند و در نهایت سریعاً تحت عمل جراحی مغز قرار می‌گیرند. البته گفته شده شهرام عبدلی بعد از به دست آوردن هوشیاریش مجدداً باز هم باید تحت عمل جراحی قرار بگیره، ولی متاسفانه تا به الان ایشون هوشیاریش رو به دست نیاورده و به شدت دچار کاهش سطح هوشیاری میشه. آقای امیر غفارمنش و خانم متین ستوده و بسیاری از دوستان و همکاران آقای شهرام عبدلی واقعا نگران حال ایشون هستند و گفته شده آقای شهرام عبدلی در حال ایفای نقش برای فیلمی در مشهد بودند که متاسفانه با شنیدن یک خبر بد براشون این اتفاق میافته. اما در ادامه این ویدیو میپردازیم به بیوگرافی شهرام عبدلی، این بازیگر جوان سینما و تلویزیون کشورمون که در حال حاضر جانش در خطر است و خب به دعای عاجل بسیاری از هموطنانمون نیاز داره و امیدواریم که هرچه سریع‌تر با
هوشیاریش رو به دست بیاره و بتونه عمل جراحی دیگرش رو هم به خوبی انجام بده. این بازیگر مشهور سینما و تلویزیون در سریال خط قرمز ایفای نقش کرد. ایشون اولین حضور رسمی خودش رو در قاب تلویزیون با سریال خط قرمز شروع کرد. ماه گرفتگی، یکی برای همه، قصه دلها و دختری در قفس از فیلم های سینمایی اوست. او تاکنون در مجموعه تلویزیونی بسیاری نظیر دختری به نام آهو، تکیه برباد، فاصله ها، رستگاران، خط قرمز، تبریز در مه و مختارنامه به ایفای نقش پرداخته. برای این بازیگر جوان و محبوب سینما و تلویزیون کشورمون آرزوی سلامتی داریم و امیدواریم که هرچه زودتر ایشون هوشیاریش رو به دست بیاره و بتونه دوباره به زندگی برگرده. اما میپردازیم به بیوگرافی شهرام عبدالی. شهرام عبدالی متولد 29 اردیبهشت سال 1355 در تهران بازیگر سینما و تلویزیون است. او فارغ التحصیل لیسانس رشته ادبیات است و عاشق نویسندگان بزرگ و موسیقی سنتی و کلاسیک ایرانی است. شهرام عبدالی در محله جوادیه تهران به دنیا آمد. پدر و مادرش اصالتاً ترک هستند و یک خواهر و یک برادر داره. از سن 2 تا 17 سالگی در محله قلمرغی بوده و حالا ساکن اکباتان تهرانه. او در یکی از مصاحبه هاش گفته: من بچه بازیگوشی بودم و اصلا بچه درس خونی نبودم. خانوادم از دستم کلافه بودن، اما کاری دستشون ساخته نبود. یادم سر امتحانات نهایی نرفتم و در مدرسه شبانه ادامه تحصیل دادم. همون موقع به عنوان کارگر در کفوشی با نخزنی شروع کردم و در عرض 3 ماه حرفه‌ای شدم. حقوق ماهانم بیشتر شد و پدرم اصلا باور نمی کرد پسرش انقدر تغییر کرده. شهریور سال 1370 در 15 سالگی یه روز در مسیر خونمون بنری نظرم رو جلب کرد که روی اون نوشته بود فرهنگ سرای بهمن راه اندازی شد و کلاس های متنوعی داره. روز بعد رفتم و در همه کلاس ها اسممو نوشتم. خلاصه همه حقوق اون ماه رو دادم و در کلاس هایی مثل تئاتر و موسیقی ثبت نام کردم. حضور در کلاس های تئاتر انگار پاسخ به همه کمبودهایی بود که در محلمون احساس می کردم. بعد از مدتی در مدرسه روزانه شهید مطهری ثبت نام کردم و تئاتر و نمایش رو همزمان با ادامه تحصیل ادامه دادم. شهرام عبدالی در سال 78 وقتی فقط 23 ساله بود، بعد از قبولی در تست با سریال همسفر به کارگردانی قاسم جعفری اولین بار جلوی دوربین رفت. سال 80 دوباره در سریال قاسم جعفری به نام خط قرمز بازی کرد و با نقش بابک کنار شهرام حقیقت دوست، پویا امینی و سروش گودرزی به شهرت رسید. او سالهاست ازدواج کرده و صاحب 2 فرزند پسر به نامهای آرتین و آدریان است. او در قسمتی از مصاحبهش گفته بود: از بچگی در میهمانی ها تقلید اطرافیان را می کردم. پدرم هم به شدت به سینما علاقه من بود و به سینما می رفت و مخالف حضور من در عرصه هنر نبود. همچنین او در ادامه گفته بود: پیانو، ویالون، تار و ستار رو خیلی دوست دارم. در بین ویالونیست ها علاقه خاص به مرحوم پرویز یاحقی و محبوبی دارم. در تار جلیل شهناز و ستار مرحوم جلال ذوالفنون رو بسیار دوست دارم و پیانو تنها سازی است که هر کسی بزند برای من گوش نواز است. حداقل سالی 1 بار تئاتر بازی می کنم. تئاتر را نمی توان فراموش کرد، چرا که خانه اول آخر ماست. همچنین آقای شهرام عبدالی پیش در قسمتی از مصاحبهشون گفته بودند: در اوقات فراغت شنونده حرفه‌ای موسیقی هستم. صدای آقای گلپایگانی و استاد محمد رضا شجریان و فرهاد مهراد را دوست دارم. مطالعه هم ارزشمندترین کار برای من از روزی 4 الی 5 مجله ادبی، همچنین کتاب فلسفه و ادبیات میخونم. رویای کودکی من بسیار زیاد بود. اولش دوست داشتم خلبان بشم و بعدش پشیمون شدم و دوست داشتم خواننده بشم،
بعدها دوست داشتم مغازه میوه فروشی داشته باشم، چرا که از چینش میوه ها بسیار خوشم میومد. آدم های زیادی بودند که بیشترین تأثیر رو برام داشتند. مرحوم مهین اسکویی و استاد حمید سمندریان که بسیار برای من تأثیر گذار بودند. اما متاسفانه به یک بار آقای شهرام عبدالی عزیز، این بازیگر بسیار مهربان و محبوب سینما و تلویزیونمون، امروز در تاریخ 3 بهمن سال 1401 به یک بار دچار افت هوشیاری ناگهانی شدند و دچار خونریزی مغزی شدند. در حال حاضر درسته که ایشون تحت عمل جراحی قرار گرفتند، اما وضعیت کنونیشون و چند ساعت بعدشون واقعا مشخص نیست و ما از شما عزیزان و دوستداران این بازیگر محبوب کشورمون تقاضا داریم که برای ایشون دعا کنید که هرچه زودتر سلامتیشون رو به دست بیارن. با آرزوی بهبودی برای آقای شهرام عبدالی و همچنین خانم مارال فرجاد که به بیماری سرطان مبتلا هستند و بسیاری از بیمارانی که در این روزها به دعای خیر بسیاری از هموطنانمون نیاز دارن برای سلامتیشون. دوستان عزیز، لطفاً لینک این ویدیو رو در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان، سوئیس، انگلیس و کشورهای مختلف و شهرهای مختلفشون لطفاً شیر بکنید و لطفاً در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تیوی رو سرچ کنید، وارد کانالمون بشید، ویدیوهامون رو ببینید، لایک کنید و برای دوستاتون حتماً شیر کنید و اگر نظراتی رو دارید در قسمت کامنت ها برامون بنویسید. همچنین راجب آقای شهرام عبدالی هم در قسمت کامنت ها برامون لطفاً کامنت بذارید و ویدیو همونو لایک کنید.